آقای خاتمی تو به چه حقی از انتخابات کنار رفتی؟ تو میگه عالم خودتی، تو مربوط به خاورمیانه ای، ما اگر تو بودی در خاورمیانه مشکل نداشتیم، با تو و هاشمی ما مشکل نداشتیم، تو اگر میومدی پیروز میشدی ما تو خلیج فارس مسائل اون حل میکردیم، تو منطقه مسائل اون حل میکردیم، برای چی تو رفتی کنار؟ تو باید میموندی و برای کشور کار میکردی. حالا از این مسائل بعد ادامه میده در میاد با آقای خاتمی، میگه جمهوری اسلامی به چه حقی در حمایت از مردم فلسطین با صهیونیست‌ها انقدر درگیره؟ به چه حقی شما تو لبنان و افغانستان و تو عراق دخالت میکنید؟ خوبه ما اهل تسنن رو در کشور بر علیه شما بشورونیم؟ بعد آقای خاتمی در میاد میگه که حالا جناب آقای شاه شما خودتون رو ناراحت نکنید، قلبتون ضعیفه، آسیب میبینید، من برای همین اومدم خدمت شما به شما بگم که من درست رفتم، ولی میرحسین همون راه ما رو میخواد ادامه بده، شما اومدم بگم ازش حمایت کنید. به چه قیمتی؟ چه قیمتی؟ این همه ثمره خون شهدا که انقلاب اینجا رسونده تو چی میفروشی جلوی یک شاه فاسد؟ من اینو داشتم با آقا عزیز میگفتم، گفتش که تو این از کجا داری؟ گفتم آقا گوش کن، گذاشتم در گوشش، خودش گوش کرد، گفت لا اله الا الله. آقای سردار جعفری، خب ببینید شما، من همون موضوعی که خدمت شما عرض کردم، آقایون اینا از انقلاب ایدئولوژی زدایی میخوام بکنن، از انقلاب یک انقلاب ماتیک مالیده، یه مش آقایونی که لباس مقدس روحانیت تن کردن پاپیون هم زدن، انقلاب اینجوری میخوان اداره بکنن؟ روحانی پاپیون زده، انقلاب ماتیک به لبش مالیده، اینه شما میخواید درست کنید؟ یک انقلاب سکولاریزم، یک انقلاب استحاله شده شما دارید دنبال میکنید؟ آقا به چه زبانی آدم بگه که این همه ارتباطات خارجی اینها؟ بعد میگن آقا اینا شبهه است، آقا شما چرا موضوع رو بزرگ میکنید؟ چرا موضوع رو بزرگ میکنید؟ کجا مستندات این نظامه؟ این حق مردم، مردم باید بدونن. بعد هی پیغام پسخام میفرستم، این آقای مشرق رو ببندید، بگیرید دهنش رو ببندید، نذارید حرف بزنید. چرا حرف نزنیم؟ چرا نگیم؟ آقا فرمودن که باید روشنگری بشه، باید بصیرت داده بشه. ما وقت مراد حال شما رو بکنیم؟ حالا از این مسئله زیاد هستش که اجازه بدیدم بگذرم. ببینید آقا، آقای هاشمی، من دیگه گفتم این ارتباط با پولایی که اینا گرفتن، آقای عبتعی میگه که برادر، آقای عبتعی میگه که من مأمور شدم برای گفتگوی تمدنها برم از که ایشون هم کمک بکنه. میگه خاتمی در من گفت نه 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 نه، نهید اونجا، چون اگه بید اونجا ایشون یه نمانه ولی فقیه تو گفتگوی تمدنها میذارید کار عدس ما در نباید بریم تو راه ده. خب میرن اونجا. حالا پولایی که با چه، حالا ببین امروز عبتعی که داره توی اعترافاتش میگه، میگه من خودم چندشم میشه که با چه ذلتی رفتن این کشورهای عربی پول گرفتن. خودش میگه، میگه من الانم روم نمیشه بگم که چقدر فروختن این جمهوری اسلامی ولی این کشورهای شاههای عرب. میگه یه جا رفتیم، حالا 500,000 یورو، 200,000 یورو، 300,000 یورو، 100,000 یورو همینجور پول بهشون دادن. شاه امارات، سرته امارات چقدره؟ در میاد میگه که اینا میگن، میگه که خب حالا ما بررسی میکنیم بهتون جواب میدیم. آقای خاتمی عبتعی باهم میان ایران، برای یک نفری زنگ میزنه به آقای عبتعی، میگه که به آقای خاتمی بگید شاه ما گفت، شیخ زاهد، که اگر شما پول میخواید باید بیاید تو مرکز استراتژی ما سخنرانی که ما میگیم بکنیم، بابت هر سخنرانی 100,000 یورو به شما میدیم. حالا شما تا حالا این پاکته گرفتی 100,000 یورو؟ خدایی پاکت ها اینا 100,000 یورو، 200,000 یورو، 500,000 یورو است، درست شد؟ بعد آقای عبتعی میگه تو یه جلسه من داشتم گزارش این پولایی که این عربا گرفتن میدادم، این آقای صادق خرازی در اومد گفت بابا این که پولی نیست تو گرفتی، بیا ببین ما چقدر پول این غربیا گرفتیم. این پولاست داره اینجوری میاد هزینه میشه. اون پولایی که اونجوری مصوب میشه تو کنگره آمریکا چجوری پخش میشه؟ یکی شده. و ده ها مدل دیگه. بی بی سی و اینا رو انداختن. آقا این بذار من بگم، من وقت نیست متاسفم. بی بی سی آدماش وقتی میخواستن برن بی بی سی فارسی را بنازن، آدمایی بودن که تو ایران تیم آقای خاتمی رو شناسایی کرد، با خاتمی دو تا سه تا جلسه گذاشتن، راهنمودار گرفتن، از زیر قرآنی که آقای خاتمی قبول نداره ردشون کردن، رفتن اونجا بی بی سی بر علیه جمهوری اسلامی را انداختن. شما بی بی سی گوش بکنید، بی بی سی فارسی رو همین آقای، همین آقای خاتمی فرستادن رفتن اونجا. ما با آقای عبتعی در اومدیم گفتیم آقای عبتعی، حالا شما میدونید، بذارم بگم چیارتونی که زمانی که آقای عبتعی مسئول ایشون داره نامه می نویسه، یعنی تموم کن ببین یه چیز داشته که سریع سرازانی به نام امام زمان مخصوصا آقای مشفق یه سلوات داد.
خیلی ممنونم آقا. اینا فکر منو کردم. اینا ببخشید اینا فکر منو کردن چون من باید سه فرودگاه باشم. میترسم از آلمان جوونه. حالا بخاطر حالا بذار من بگم اجازه بدید صلوات رو چیز بکنید. بذار من دو سه تا نکته است من عرضم جمع کنم. یکی این که با آقای ابتهی تو دوران دوم خرداد در اومدن رسانه‌ها باشون برخورد کردن مطبوعات که آقای خاتمی رو بذار کنار به دلیل سه مسئله فساد که داشت. بعد گوش کنید آقایون، آقای ابتهی همون موقع با من رئیس دفتر یه مصاحبه کرد در اومد گفت مگر خاتمی منو آورده که خاتمی منو برداره؟ یادتونه شما؟ همه گفت عجب پرروه این. بعد جالبه به شما بگم امروز توی بررسی که به دست اومده این آقای حسین درخشان جاسوسی که حدود یک سال تو جمهوری اسلامی دستگیر شده برامو کشیده، آقای ابتهی و ایشون وصلش کرده به سرویس های اطلاعاتی دشمن، یکی از ایناست. اولی آقای خاتمی زیر مجموعه آقای ابتهی مستنداتش خدمت آقا فرستادیم. طبیعیه آقا ببینید آقای ابتهی در اومد گفتش که مگه خاتمی من آورده رئیس دفتر کرده که اون منو برداره؟ ما نفهمیدیم برای چی این حرف رو زد، گفتیم عجب پرروه این. بعد حالا که بررسی به عمل اومده آقای حسین درخشان جاسوسه، یک سال الان تو زندان هاست، دشمن هم قبول کرد ایشون جاسوسه، شبکه خودشو برای ما کشیده، یکی از این شبکه‌هاش رسیده به آقای ابتهی میگه من خودم ابتهی رو وضع کردم به سرویس اطلاعاتی دشمن بیگانه و ایشون بیش از 30 جلسه با اونا داشته. بعد آقای خاتمی و یه چند نفر دیگه زیر مجموعه های آقای ابتهی هستن در ارتباط با خارج سرویس اطلاعاتی. در تو مسئله اخلاقی هم بهش میگن تو که مسئله اخلاقی داری چرا خاتمی باید برخورد نکرد؟ در من گفت آقا وضعش بدتر از منه، شما دست دادنشو میبینید. حالا اینا فراوون. خب این نکته این هست. من آقای هاشمیشو نمیگن هاشمی. ببین برادر هاشمی برادر این هرم میرسه به ایشون، تعارف هم نداره. ببینید برادر آقای هاشمی سه تا استراتژی رو یکی پس از دیگری اجرا کرد. من استراتژی فقط اسمشو میارم چون خود این سه تا استراتژی رو من یه سخنرانی 3 ساعته قبل از انتخابات برج 7 سال پیش دارم، همین الان پاورپوینتش هم اینجا دارم، وقت نیست شما. برج 7 پارسال ما آقای هاشمی کشمش کردیم میخواد چیکار بکنه، استراتژی درست شد، شروع شد، ما اینو پازل کامل کردیم. ایشون با آقای خاتمی میونه خوبی نداره میدونید شما، چون تو 8 سال دولت آقای خاتمی حد بلایی سر آقای میرحسین اومد تو دلار ایشون، هاشمی اومد تو دلار ایشون در اومد، آل جان سرخو باشن براش نوشتن، 8 سال مسئولیتش رو زیر سوال بردن. با آقای احمدی هم که میونه نداره، پس نه خاتمی نه احمدی نژاد استراتژی اول آقای هاشمی، نه اون بعد باشه نه این، کسی بعد باشه که من میخوام فرمانبری بعد من باشه، نه یک کسی بیاد مثل خاتمی که اون اتاق فکری که به شما گفتم هدایتش کنه، نه یک کسی مثل احمد نژاد که سنش کرا هیچ کرا حل خودش کنه. حالا مزام متوجه شدید؟ ببینید آقای هاشمی دنبال این قدرت هست، یک کسی باید بیاد که من دستور من فرمان ببره. بران شرافتن خدمت آقا طرح دولت صالح رو مطرح کردن، دولت راست صالح، استراتژی اولشون نه خاتمی نه احمد نژاد، دولت راست صالح. به آقا گفتن که آقا شما جلوی احمد نژاد رو بگیر، منم جلوی خاتمی رو میگیرم. با چماق خاتمی می‌خواستن آقا رو بترسونن احمد نژاد، من جلوی خاتمی میگم شما جلوی احمد نژاد بگیر، یه دولت این وسط تشکیل بشه، همه دعوا تموم شه بره دیگه. کاندیدام آقای ناطق نوری آقای حسن روحانی معرفی می‌کنه که از این صندوق اینا بیان بیرون. آقا میگن که نه خیر، خاتمی خواهد آمد، خاتمی خواهد آمد، خاتمی خواهد آمد. یعنی شما جلو خاتمی نمیتونی بگیری. بعد میگه که هر چیزی که مردم پای صندوق ها انجام دادن همون برای ما ملاک. این آقا که امروز انقدر دم از دموکراسی میزنن، هی به آقا و ولایت و اینها مثلا حمله یورش میبرن، همین آقا این کسایی بودن که 8 سال ریاست جمهورشون تموم شد، تمام توانشون گذاشتن دست ببرن تو قانون اساسی، قانون اساسی تغییر بدن که دوباره یه دور دیگه بتونن وایسن. یادتونه شما دیگه؟ همین آقا اون رفتن به آقا گفتن که یه کاری بکن این صندوق اون چیزی که ما میخوایم بیاد بیرون. لا اله الا الله. وقت نیست من بگم بعضی بلند شدن رفتن جلسه گذاشتن با آقا در اومدن مستقیم گفتن که این کاری که شما دارید میکنین دیکتاتوری. آقا همین جوابشون میده، میگه دیکتاتوریه، اون کسایی دیکتاتوری میخوان انجام بدن که از تو صندوق ها آدمایی که خودشون مد نظرشون میخوان بیارن بیرون که من بارها جلوشون گرفتم، گفتم بذارید مردم به هر کی خواستن رای بدن همون بیاد بیرون. من دیکتاتورم؟